به نام خداوند پاک و بی‌نیاز. سلام بر شما عزیزان، روزتان بخیر. آغاز هفته است، انشالله که امروز با لبخند، با دل شاد، با آرامش کامل آغازگر شده باشین و انشالله که بتانین پر از موفقیت و دستاورد و رسیدن به تمام آرزوهایتان به پایان برسانین. در کنار شما عزیزان هستیم در برنامه رسم زندگی و امروز هم دوست داریم شما بیننده ما باشین و برنامه را تعقیب بکنین تا پایان. پل‌های ارتباطی ما هم در خدمتتان هست، برمیگرده به 488. بعد از او کلید 47 فراموش نکنین. در کنار 0202020923 شماره تماسی که شما را مستقیما با برنامه وصل می‌سازه و کسایی که بیشتر دسترسی دارن به صفحات اجتماعی و از فیسبوک زیاد استفاده می‌کنن، میتونین از طریق رخنامه ما را تعقیب بکنین، موارد دریافت بکنین، پرسش‌ها، ذهنیت‌ها و یا مواردی که در جامعه مشکل ساز هست و دوست دارین در ارتباط با همون موضوعات ما بیشتر صحبت بکنیم، به وضاحت در موردش معلومات داشته باشین، پس میتونین از این طریق بر ما ارسال بکنین. استاد گرامی هم در این بحث با ما هستن. بحثی که امروز انتخاب کردیم جناب عتیق الله رحیمی، استاد دانشگاه، بعد از دیر مدت زمانی آمدن در برنامه و در ارتباط با موضوع نقش انگیزه و تشویق در محیط کاری بالای کارمندان صحبت میکنیم. کارمندانی که در یک جای یا در یک مکانی کار میکنن، تشویق و تنبیه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، خصوصا مسئله تشویقی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه از نگاه روانی برای یک کارمند تا انگیزه بگیره به خاطر کار و تشویق شوه به خاطر پیشرفت‌های بیشتر که میتونه هم به نفع همون شرکت یا دفتر باشه و هم به نفع خود کارمند باشه و با اون تازگی و توانایی‌های بالا میتونه که کارش ادامه بده. در ارتباط با این موضوع میشم از استاد گرامی. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. خیر باشین. نحمد و نصلی علی رسول کریم. اما بعد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت تیم تکنیکی شما و خدمت بیننده‌های عزیزی که میال ما را به شکل زنده تماشا میکنن و از بسیار معذرت مرا پذیرا شاید به خاطر اینکه بعضی مصروفیت‌های جنجالای زندگی میباشه نمیتونم به برنامه حضور به هم برسونم، از خاطر معذرت ما بپذیرین. خدا کنه که چیز دیگه تلقی نشه. یقینا چیزی که شما فرمودین، نقش خود انگیزدگی یا انگیزش و نقش تشویق و ترغیب کردن کارمندا در خود یک دفتر یا یک اداره از امنیت والای بسزای برخوردار است. ببینید ما هر فردی که مثلا زندگی دو شکل زندگی داره، یکی زندگی فردی است، یکی زندگی شخصی است و یکیش هم زندگی مسلکیش است. همونطور که ما در زندگی شخصی خود تب و تلاش میکنیم، کوشش میکنیم که ما مثلا از زندگی خوب با امکانات بسیار خوبی برخوردار باشیم، همونطور باید ما تب و تلاش و کوشش خود را در زندگی مسلکی خودم داشته باشیم. بحث امروز زیادتر بر محور آمرین و بر محور رؤسای یک اداره، یک شرکت، یک سازمان میچرخه که چطور میتونن که کارمندای خود را انگیزه‌دهی بسیار خوبی بدن و چطور میتونن کارمندای خود را تشویق و ترغیب بسازن تا اونا مثلا منفعت و پیشرفت زیادتر به سازمان یا به شرکت مثلا بیارن. ببینید اگر دوستای عزیز ما که مثلا در ادارات مختلف، منحیث رئیس، معاون، منحیث معین، منحیث وزیر، بر هر سطح بالایی که اینا کار میکنن، اگر شما میخواین که مثلا پیشرفت سازمانی داشته باشین، اگر شما میخواین که مثلا منفعت بیشتر داشته باشین، اگر شما میخواین که مثلا کسایی که بیرو با اداره شما سر کار دارن که مشتری‌ها هستن و متقاضیان هستن و کسایی که مثلا از کسای مختلف که شما مثلا مواد خام خریداری میکنین، مواد خریداری میکنین، اما همراه دولت روابط خوب داشته باشین، همراه همکارا و رقبا و بعضی کسای دیگه که بیرو سر کار دارین، اگه اونا رو میخواین که خوش نگه بدارین، اگه اونا رو میخواین که مثلا همیشه همراه شما داد سود داشته باشه، اگه شما کارمندای خود میخواین که اینا کارمندایتان خوش باشن، کارمندایتان مثلا تعهد و وفاداری کامل را به شرکت شما داشته باشن و اگه شما میخواین که کارمندایتان از ته دل و از ته جان به شرکت شما، به دفتر شما اینا کار بکنن و کار شما را کار خود بدانن، شرکت شما را شرکت خود بدانن، پس در اینجاست که برای شما سه اصل و سه مهارت خیلی اشد ضرورت است و در کل گفتم میتونم اگر این مهارت را یک رئیس، یک کسی که در رأس یک نهاد قرار داره، اگر این سه مهارت را نداشته باشه، ما به طور ضمانت میگم که مثلا اینا رئیس یا امو هر کسی که هستن در رأس، رئیس خوب یا فرمانده خوب یا مثلا آمر خوب هرگز بوده نمیتونن. مهارت اولی ای است که شما چطور میتونین که افراد خود را، کارمندای خود را انگیزه بدین، اینا را مثلا برانگیزین، به اینا یک قوه محرکه بدین که اینا از دل و جان خود به کار مثلا وابستگی پیدا بکنن و به شما کار بکنن. مهارت دومی است که شما چطور میدانین که کارمند خود را تشویق و ترغیب بکنین تا کار را که میخواین از پیششان وصول شوه، کار را میخواین یا باور و عقیده و چیزی را که میخواین بکنن انجام بدن یا انجام نتن، یا به کار را بکنن کار را نکنن. اگر شما نتونین او را با استدلال و دلایل و منطق تشویق بسازین و محیط تشویقی را برش برابر بکنین تا اونا به پیش برن و مورال و رویه بگیرن. و مهارت سوم که عبارت از تاثیرگذاری و نفوذپذیری در خود کارمندا است که برمیگرده به خود لیاقت و شایستگی و مهارت و خود امو کاریزمه خود شخص مدیر یا شخص رئیس برمیگرده که اونا در کدام حد علمی و در کدام حد انسانی و اخلاقی قرار دارن تا امو شخصیت خودشان، کرکتر خودشان باعث نفوذپذیری در دیگران شود و دیگران مثلا به مایلانه و به شوق و رغبت خود از اینا پیروی بکنه. پس این سه مهارت اگر یک رئیس، یک منیجر، یک مدیر اگر در اداره نداشت، به یقینا که اصولا نمیتونه کار به جای ببره و نمیتونه که مثلا کارمندای خوش و کارمندای متحد و وفادار مثلا نداشته باشن. در دوران زندگی مسلکی ما دو مورد خیلی میتونه مهم باشه، یکی ای که ما روز سپری میکنیم، یکی که واقعا کار میکنیم که بیشتر در افغانستان وقتی ببینیم ما روز سپری میکنیم، میگیم که همین ساعت 8 وظیفه ما شروع شده تا همین ساعتی که ختم میشه، مثلا تا 4 یا 5 که هست فقط روزم سپری شوه و آخر ماه برسه و من ماش بگیرم و همون روز دیگر گذشتانده شوه و همون ماه و سال میبینیم به این شکل هست. اما به شکل کامل کسی نیست که ببینیم که خیلی به شوق بره به طرف کار و گرایش داشته باشه به اینکه من کار من با همون درایتی که خودم دارم انجام بدم. مسئله اصلی برمیگرده به همین که انگیزه وجود نداشته، تشویق وجود نداره، یا همیشه به می یک روال پیش رفتن زندگی و مسئله کاری باعث شده که ما همون دلسردی ها را در بین خود ما احساس بکنیم. ببینید، هر هنگامی که کار شما، کسب شما به شما لذت بده، هر هنگامی که شما همو کار و کسب شما عشق شما باشه، شما هرگز کار نمیکنین، بلکه شما همیشه در تفریح هستین، بلکه شما همیشه در راحت کامل به سر میبرین. از علائم بسیار عمده امروزه که مثلا اکثریت از کارمندا و اکثریت از آمرین، از اکثریت از مالکین شرکت ها و دفاتر از رکود اقتصادی به رکود اقتصادی به سر میبرن، شرکت های زیاد مثلا به ضرر روانه است، کارمنداشون خوشحال نیستن و اینا تقریبا آیسته از مارکت میبرن. این است که ببینین اینا نتونستن کارمندای خود را خوشحال نگه بدارن. ببینین امروز کارمندای خیلی قسمی که شما فرمودین کارمندا هستند که فقط به شرکت، به دفتر، به دیده امو چند روپا معاشی که اینا در اخیر میگیرن به اون میگیرن. اینا صبح فقط میان، فقط مزدی را بدن، فقط دیگر 4 بجه یا 5 بجه که میشن کوشش حد از امی از اینا میباشه که از دفتر عاجل اینا برن. نه در خوبی دفتر اینا کار دارن، نه در بدی دفتر اینا کار دارن، نه کدام چیزی را که مثلا از دست برمیآید این کارا اینا نمیکنن. به خاطر چی ای پس برمیگرده، ای به کارمند بر نمیگرده در قدمه نخست، ای برمیگرده پس به مؤمر که آمر نتونسته، رئیس شرکت، رئیس دفتر نتونسته که کارمندای خود را همیشه مثلا خوش نگه بداره، اینا را احترامش بکنه، اینا را مثلا امور روحی که این شرکت را، این دفتر را منحیث خانه دوم خود فکر بکنه، این را برش داده نتونسته. ببینین انگیزش شما که وقت کارمند انگیزش میدین، اول شما این رو بفهمین منعیس عمر که کارمند شما، اشخاصی که به شما کار میکنن اینا از کدام لحاظ میتونیم اینا را انگیزه بدیم. یعنی اینا همون قوه محرکه از جان چطور بیدار میشه. شما انگیزش بیرونی دارین و شما انگیزش درونی دارین و در کل خود تعریف خود انگیزه دهی است که مثلا شما چطور بدانین همین قوه محرکه را در داخل شخص بیدار بسازین تا اونا از ته دل به شما کار بکنه و معظم انرژی و پتانسیلی که دارن استفاده بکنن. یکیش درونی است و یکیش بیرونی است. بیرونی است توسط منابع بیرونی مثلا اینا تغذیه میشن. مثلا شما به کارمندتون موقف خوب میتین، مثلا شما به کارمندتون معاش خوب میتین، مثلا به اونا مثلا تقدیر میکنین، تشویق میکنین، یک محفل تشویقی را برگزار میکنین، اینا رو مثلا زیادتر از کارکرد از اینا، از تجربه از اینا، از اخلاق و نیکوی از اینا، هم کاری که در شرکت کرده اینا تشویق توصیف میکنین، همیشه در مقامات بالایی را جاگزین میسازین و از صدها موارد دیگه که از بیرون از لازم مادیات مثلا مشکلات شخصی از اینا که در فامیل دارن این را مرفوع میسازین، اما قدری کارمند از طرف بیرون انگیزه میگیره و امو انگیزه باعث میشه که از ته جلد به شما کار بکنه و انگیزه درونی است که چقدر که شما به کارمند احترام میگذارین، چقدر که اینا عزتش میکنین، چقدر که خوش نگاه میدارین، چقدر که به این احساس یک عضو فامیل میدین، چقدر که مثلا به اینا شما یک دیده نه معلوماتا به یک دیده سرمایه به این منگرین، اینا از داخل هم تشویق میشه. پس این دو تا باعث از این میشه که کارمند از ته دل با وفاداری و صدق و ایمان با شما کار بکنه. بعد از صحبت ها برمیگردیم، بعد از کمی انتظار ما را تعقیب کنید. موضوعات مختلفی هست که میتونه در این بحث گنجانیده شود. برمیگرده به اینکه کارمندان اگر از نگاه ذهنی آرام باشن و تشویق وجود داشته باشه، پس اینا میتونن به فکر آرام کار بکنن، مسائل شخصی خودشون کنار بگذارن و حل مسائل شخصی و وارد کردنش در مسئله کاری هم میتونه مشکل ساز باشه. اما وقتی که دفتر یا همون محل کاریش در ارتباط با زندگی فردی کارمندش هم معلومات داشته باشه، میتونه مشکل خیلی بزرگی را حل بسازه. در ارتباط با ضعف مدیریتی کمی صحبت بکنیم، چون ضعف مدیریتی بیشتر می‌بینیم در ارگان‌های خصوصی یا دولتی بیشتر دیده میشه و همین باعث دلسردی کارمند میشه. در مدت زمانی می‌بینیم روزهای اول که به کارش آغاز میکنه مثلا خیلی دلگرم کارش هست و کارش به شوق انجام میده، اما بعد از مدت زمانی می‌بینیم دلسردی‌های ایجاد میشه و نظر به اینکه به خواسته‌هاش رسیدگی نمیشه، مشکلات بیشتر میشه. یک مسئله که ما همیشه به دوستای خود، کسایی که مخصوصاً دفتردار هستن و در پوزیشن در یک موقف کلیدی کار میکنن، یک سکه میشه باشون گفتیم ببینین، گفتم چیزی را از کس نخواین که شما ندارین. وقتی که یک بست اعلان میشه، یک بست یک موقف اعلان میشه، چی خصوصی چی مثلا دولتی، و یک برادر ما، یک همشیره ما، یک خواهر ما میرن مثلا میخواین که ببینن که واجد شرایط هستن نیستن، در اونجا تقریبا 3 صفحه یا 4 صفحه مکمل شرایط نوشته کردن که کارمند باید مثلا از اخلاق میده داشته باشه و تحصیل قدر داشته باشه و تجربه کاری قدر داشته باشه و مثلا آن چنان باشه و این چنان باشه، ایره داشته باشه، او را داشته باشه. یعنی 3 صفحه مکمل پر از در حقیقت مثلا آدم تصور میکنه که شرکت یا این سازمان میخواد قرار است یک نابغه را در این شرکت یا سازمان مثلا میخواد که من نیستم، مقدر چیزا یک شرایط در شخص نمیتونه داشته باشه. خب به هر صورت وقتی که شخص با هم اوصافی که مثلا اونا ذکر کردن، هم اوصاف مثلا اینا تکمیل میکنن و امتحانا هم سپری میکنن داخل شرکت میان، اینا باز امو رقم امو لول یا امو سطح انتظاراتشون به مو سویه است. ببینید در شرکت پیش از اینکه اینا به دفتر بیان، به اینا گفته شده که شما باید صادق باشین، اما این بیادر که امروز آمد دفتر یک هفته شده میبینن که هیچ کس در اینجا صادق نیست. مثلا در اونجا برش گفته که شما باید آری از فساد باشین، در اینجا که میاد یک هفته که مثلا میبینه کارمنداره و عامر و رئیس و مادون یارا میبینن که اینا تا کولون در فساد غرق هستن. اونا گفته بودن که شما باید در این مقطع تحصیلی قدر درجه تحصیلی و مثلا 10 سال 5 سال تجربه کاری داشته باشین. وقتی که میاد اینجا کسایی را میبینه که مثلا در حقیقت یک انجینر در بست دکتر کار میکنه، دکتر در بست دریور کار میکنه، یعنی اصلا همو شایستگی و همو تعهد و تخصص و مسائل اصولی که در اداره وجود داره وجود نداره. پس این کارمند دو گزینه داره. گزینه اولش این است که مثلا پس از این سازمان برای مثلا در جستجوی کار یا وظیفه دیگه شو به خاطر اینکه مثلا خودش در اینجا باعث پس رفتش نشه. گزینه دومی است که مثلا همو مطلعی است که با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی، همینجا گزاره خواد بکنه، یا چند زمان بعد خودش هم امانند کارمندای دیگه خواهد شد و یا هم خود را نگه میکنه و گزاره به شکل گزاره حال مثلا پیش میره، نه کدام تعهد در قبال شرکت داره، نه کدام کاری را میکنه و نه کدام امو پتانشری را که استفاده میکنه، فقط امو کاری که بر سپرده شده و قرار است که عمر سباس پیش پرسان بکنه امو را انجام میده و دیگه هیچ کدام کار را مثلا اجرا نمیکنه. در سابق طور بود که اگر ما یک قرن پیش بریم قبل از انقلاب صنعتی، امیر رقم یک کار روان بود. در اونجا فقط در اونجا می مسائل تشویق و ترغیب و انگیزه دهی و مثلا محیط کاری خوب و این مسائل هرگز مطرح نبود. فقط تنها کاری که بود شرکت ها بودن کارمندا را منایس برده منایس غلام استفاده میکردن، یک مقدار بسیار کمی پول برشان میدادن، در قبال از او از کارمند استفاده میکردن. به شرکت یا به سازمان یا به مرجع تولیدی این مهم نبود که چی کاره هستی و چی میکنی و چی مشکلات در خانه داری، آیا خوش هستی نیستی، آیا احترامی را که تو مثلا شایستگی داری احترام برات میشه نمیشه، هر چیزی که چون از نقطه ضعف کارمند، از بیچارگی و از بی‌وسی کارمند استفاده از همین میشه. اما امروز فرموله برعکس است. امروز برای کارمند تنها پول مطرح نیست. خب پول با پول خیلی کارا را کرده میتونیم، اما با پول هر کار کرده نمیتونیم. امروز کارمند به احترام ضرورت داره، به عزت ضرورت داره، کارمند به این ضرورت داره که آمرش یا مثلا رئیسش به خودش منایس یک کارمند احترام بگذاره، ایره تشویق بکنه، اگه اشتباهش اصلاح بکنه، یک محیط معاول خوب کاری را برش فراهم بسازه. در اینجا یک محیط معاول دیکتاتورانه باید نباشه، استبدادی باید نباشه. در اینجا باید در تصامیم گیری هایی که در شرکت صورت میگیره کارمند باید دخیل باشه، در نظریه‌ای که شنیده میشه از کارمند باید شنیده شود، کارمند باید دخیل باشه و امو عزت و حرمت کارمند باید محفوظ باشه. معاش و امو تسهیلاتی را که شرکت به کارمند میده، ای باید امو تکافؤ زندگی متوسط کارمند بکنه، در قبال صحت کارمند، در قبال مثلا مسائل مالی کارمند، در قبال مورال و رویه و کاراکتر و شخصیت کارمند. از این همه مباحث باید نظر گرفته شود تا مثلا کارمند بتونه امی شرکت یا دفتر رو تو خانه خود بدانه و محد از امی خوش مثلا این بتونه کار بکنه. اما متاسفانه امروز بعض موارد را ما شاهد هستیم که در شرکت یا در سازمان رؤسا یا کسایی که در رأس هستن کارمندای خود را منحیث کسی که مثلا امو ذهنیت قبل بود به مو شکل منگرن، به کارمند مثلا صلاحیت نمیتن، به کارمند مثلا کدام محفل یا کدام چیزی که باعث تشویق و ترغیب از او شوه وجود نداره. ماش مثلا تکافویش نمیکنه، مشکلات شخصی که داره، مشکلات شخصی سرگش اول خود صحبت نمیکنه، اگه صحبت هم بکنه کدام کمکی نمیکنه. اینمی است که کارمندا مثلا آیسته آیسته دل سرد میشن، آیسته آیسته امو مورال رویی که در اول دارن حال ندارن. اگر کارمندای شما در داخل خوش باشن، ببینیم میگه مشتری یا کارمند یا کارمندایی که شما در داخل دارین اگر اینا خوش بودن، اینا مشتری خوش از بیرون میارن. بله. اگر اینا راضی بودن، اینا میتونن بیرون راضی بسازن. اگر من در داخل یک عالم ناهنجاری‌های دفتر داشته باشم و در داخل من احساس یک کارمند، احساس یک سرمایه بودن در شرکت، احساس حقارت و ذلت را بکنم و احساس بی‌صلاحیتی و بی‌مسئولیتی را بکنم، من هرگز آمر من، رئیس من این توقع نداشته باشه که ما در بیرون خوب بدرخشیم، چون من هستم که بیرون مثلا دستور دارم. اگر من خوش نباشم از هر لحاظ، من هرگز نمیتونم کسایی که بیرون مشتریای ما هستند، کسایی که از ما خرید میکنن، کسایی که ما با ارتباط هستند، هرگز اونا رو شما خوشحال نگه داشتن نمیتونید. بله. یک موضوع دیگه هم که دروغ هایی که سرهم میشه در وقت استخدام و بعد از اون میبینیم که هیچ یک مورد وجود نداره، چقدر میتونه در اعتبار خود شرکت ضربه بزنه در این مسئله ای که مسئله تشویقی هست و تنبیه و مسائل دیگر و اعتماد خود کارمند جلب کردن و در کنارش خود کارمندان چقدر میتونه نقش داشته باشه؟ ببینید، امو یک اصل داریم به نام اصل شایسته سالاری که امو نفر مناسب، بست مناسب، با مشارایط مناسب، با وقت مناسب باید مثلا، یعنی کار اهل به اهلش سپردن، یعنی کار را به اهلش سپردن، به کسی که مثلا توانایی و ظرفیت و شایستگی از دور داره سپردن. در اینجاست که از اکثریت مشکلات جلوگیری میشه. متاسفانه خب افغانستان از یک طرف اگه مثلا برش ببینیم در میتای 18 سال از هر لحاظ، از لحاظ تجارتی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ مطبوعات، از لحاظ خیلی مسائل دیگه، خیلی ما پیشرفت انگفت داشتیم، خیلی خوبیای، خیلی چیزایی که مثلا سابق نداشتیم امروز داریم. و افغانستان ماشاءالله، افغانستان 18 سال 20 سال پیش نیست. امروز حتی در بعض عرصه ها با ممالک منطقه مثلا اینا رقابت دارن. با ایش ما مثلا خوش هستیم و باعث افتخار ماست، اما در پالی از او اکثریت گفتن نمیتونم. بعضی از شرکت‌ها، بعضی از سازمان‌ها مثلا که اینا یک کار شروع کردن در هر عرصه، یا اقتصادی یا ساختمانی یا رسانه‌ای یا هر کی بوده، اینا اصلا مسئله رهبری امی تخصص و تعهد و مسئولیت پذیری در سطح ندارن. کسی مثلا یک رسانه را باز کرده که اصلا در بخش رسانه درست تحصیل نکرده، کسی یک شرکت را مثلا یک شفاخانه را باز کرده که اصلا در رهبریش مثلا اونا 3 روز یک فاکولته طب را نخواندن که اینا مثلا باز کردن. و در عین زمان در پالی از او اینا امو بعض مهارت‌های رهبری، مهارت‌های مثلا اداره، مهارت‌های مدیریت که مثلا چطور بتونن افراد مدیریت بکنن، چطور بتونن رهبری خوب و سالم را در شرکت یا در سازمان یا دفتر داشته باشن، اینا را مثلا اینا نیاموختن. پس طبیعتاً که یک شخصی که در رأس باشه که مثلا امو اصول و پرنسیپ‌های اداری و رهبری را نفهمه و مسلک خودش خلاف رشته باشه و مثلا در پالی از او تب و تلاشی هم نکند، پس هرگز ما توقع کرده نمیتونیم که کسایی که در رده پایین قرار داره اینا بس خوب درخشن، اینا همیشه مثلا شرکت در حالت پیشرفت باشه و ای باشه و چنان باشه. پس توصیه ما این است که مثلا هر کسی که هر کار را شروع میکنه حداقل در اون کار باید تخصص داشته باشه، در اون کار باید تعهدش داشته باشه و از اون کار تقریبا حداقل یک دورنمای داشته باشه. بله. خب قرار نیست که یک رهبر، یک مدیر همه کارا را خودش بکنه. کارمندا هستن، کارا را میکنن مکمل، اما یک دید کلی از سایه کاری از اینا باید داشته باشن و در عین زمان اما بعض مهارت‌های رهبری و مدیریتی هم باید داشته باشن تا بتونن که یک اداره سالم، یک محیط سالم با کارمندای پرانگیزه و پرحرکت و مشوق داشته باشه. حالا می‌بینیم در بعضی از شرکت‌ها یا دفاتر هست که موضوع پول خیلی میتونه مطرح باشه، در اونجا فکر میکنن که توسط همون پولشون تمام مسائل حل میشه، اما در کنارش می‌بینیم مشکلات بیشتری در همون ناحیه هست که توسط همون پولشون نتونستن حل بسازن. افرادی که با ظرفیت بوده توسط همون پولشون نتونستن اونا رو جذب بسازن، به خاطر که او افراد شاید مسائل دیگر هم مد نظر بگیرن، از صداقت خودشون نگذرن، از عزتی که برشون داده میشه و احترامی که برشون داده میشه نگذرن در مقطع زمانی و اونا برشون پول خیلی مطرح نباشه. اما در این جایگاه میبینیم که پول بیشتر پیشنهاد میشه به کارمند، اما مسائل دیگر و ذهنیت کارمند که چی هست اون مد نظر گرفته نمیشه. ببینید میگه انسان انقدر پتانسیل، قدر ظرفیت داره که شما هر کار کردن میتونید، اما کل همه کارا رو کردن نمیتونید. بیشتر هم عرض کردم که با پول خیلی کارا را کردن میتونین، اما نقطه ای است که همه کارا را با پول انجام دادن نمیتونین. یک مثال بسیار ساده ما همیشه در سم مطرح کردیم و در اول جواب مثبت شنیدیم، به تعقیب از اون ما تشریح کردیم جواب منفی شنیدیم. این است که ما همیشه گفتیم قرار باشه به شکل یک مثال قرار باشه یک کس به شما یک وظیفه را بسپاره و براتون بگه که این وظیفه روزانه $1000 معاش داره، وظیفه هم درست است، کدام کار غیر اصولی هم سرت نمیکنیم، کدام کار مافیایی هم نیست و خودت از پای از کار مثلا توانیت هم است، خودت میتونی $1000 معاش داری، آیا این وظیفه را قبول میکنی؟ خب اما دست بالا کردن که بله که 1000 معاش میته و کار اصولی است و کار مافیایی نیست و همه کارا همه چیز مثلا رک و راست است، پس کی کار نمیکنه؟ حتی اگر ما باشم به سر میدم این وظیفه را قبول میکنم، حتی یک ثانیه هم تعلل و مثلا فکر نمیکنم. اما براش گفتم که این وظیفه یک شرط داره و او شرطی است که مثلا آمر به شما میگم، کس استخدام کننده به شما میگه که شرط سی است که هر صبح که شما میایین ما یک سیلی شما را میزنم، یک سیلی شما را میزنم، آیا شما باز هم این وظیفه را قبول میکنین؟ اکثریت دست پایین کردن که ما این وظیفه را قبول نمیکنیم. به چی مانا؟ که بر مردم، برای کارمند فعلا تنها پول مطرح نیست. بله. اگر در جایی که یک کارمند کار میکنه در اونجا عزتش مثلا نباشه، در اونجا قدرش نباشه، در اونجا به کار از او کس نفهمه، در اونجا به مسئولیت شخصی از که مثلا داره کس توجه نداشته باشه، در اونجا یک تعداد انعطاف پذیریای وجود نداشته باشه، در اونجا آمر خشن باشه، در اونجا آمر همیشه دیکتاتور باشه و مستبد باشه، در اونجا زمینه کاری و محیط ماحول کاری خوبش مساعد نباشه، پس هرگز پول نمیتونه که مثلا او را مثلا در اونجا ابقا بکنه و بگیم کلا ماش 4 چند و 5 چند نسبت به دیگرا براتون میتونم در اینجا باشین، هرگز میکنه. اگر اگر هر مشکلات شخصی هم داشته باشه شاید تن به این مثلا مسائل نده، چون به این معناست که امروز اگر مدیرا و آمرین ما به این فکر باشن بعضشان که پول میتونن راهگشای همه مسائل باشه و با پول میتونن کارمندا را بخرن و شرکت خود رشد بدن و تقویه بسازن، هرگز نیست. سرمایه اصلی شما، بنیاد و بیخ بنیاد اصلی شما کارمندتان است، قوه انسانی شماست. سر قوه انسانی شما سرمایه گذاری بکنید تا به قوه مثلا مادیات، اونا مادیات یک روز است، 2 روز نیست، اما همین قوه انسانی است که شرکت شما را به اوج قله موفقیت میرسونه. سلامت باشین، لطف کردین استاد در برنامه تشریف آوردین، سپاسگزار از همراهی همه شما عزیزان. برنامه‌های ما رو میتونن از طریق کانال خورشید در یوتیوب هم تماشا بکنین. خدا نگهدار.